سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن ناصر شاهینپر پر هستم در گفتار قبلی وارد بحث عرفان در ایران شدیم و اینکه این عرفان این و تفکرات عرفانی و صوفیانه چه اثراتی از جهات مثبت و منفی در فرهنگ ایرانی گذاشت و به طور کلی چگونه ادبیات ایران رو تحت سیطره خودش قرار داد و از دل این نوع تفکر بالاترین شاهکارهای ادبی در ایران به وجود آمد مقدمه این حرف این است که که در جلسه قبلی بهش اشاره کمتری شد این است که به در عرفان ایرانی یک هدف مشخص وجود داره این است که خداشناسی خدا کیه از طریق خداشناسی این آقایون و عرفا میرسن به انسان شناسی و از راه انسان شناسی و تفاوتش با سایر مخلوقات خدا که فرشتگان باشند میرسن به فرشته شناسی و اینی که در ایران میگن که خودت رو بشناس تا خدای خودت رو بشناسی از اینجا آمده تا اینکه ندانی کی هستی به چه دلیلی به دنیا آمدی به چه دلیلی خلق شدی حالا در عالم خلقت وظیفت چیه چه چی کار باید بکنی این خودت هنوز نشناختی وقتی میای اینها رو بشناسی به خداشناسی میرسی در مرحله خداشناسی و اینکه خداوند چگونه خلقت ما رو از سایر فرشتگان پنهان نگه داشت و محرمانه این کار رو از نظر اونها انجام داد و چرا این کار رو کرد خب مقام فرشته رو میشناسیم و متوجه میشیم که در نظر خداوند انسان مقامش بالاتر از فرشتگانه چرا که خداوند برای ساخلق انسان حتی فرشتگانش رو گمراه میکنه یا یه چیزی رو از اونها پنهان میکنه و همین دلیل ما میشیم محرمان دوستان محرم خداوند این فکر که من من انسان وجودم یک دلیلی داره و به دلیل خاصی پا به عرصه وجود گذاشتم رابطه ی انسان و خدا رو تکلیفش رو روشن میکنه عرفان ایرانی به این نتیجه میرسه که خداوند به صورت محرمانه از سایر فرشتگانش انسان رو ساخت خلق کرد که این انسان بیاد به زمین و در روی زمین با ذکر خداوند با اشاعه نام خداوند خداوند رو در کل کائنات متجلی کنه این فکر در زمانی بود که بشر نمیدونست که میلیاردها میلیارد کره در این آسمان ها در این کائنات وجود داره و چه بسا که در اونها هم آدم زنده وجود داشته یا موجود زنده وجود داشته باشه اینها همه حرفای جدیده ما داریم از حرفای 1400 سال پیش رو بازگو میکنیم و فکر و سخن 1400 1300 سال پیش که بشر این آگاهی رو داشت که یک زمینی است و ما توش داریم زندگی میکنیم و یک آسمانی هست در هفت طبقه که در طبقه هفتمش هم عرش اعلای خداوندیه و بهشت هم در اونجا قرار داره و صدرت المنتها هم نمیدونم که بالاترین نقطه بهشته کجای بهشته تمام نقشه جغرافیایی این بهشت هم در ذهنشون ساختند و کشیدند گذاشتند در مرحله انسان شناسی عرفان ایرانی به این نتیجه میرسه که یک مأموریتی از طرف خداوند داره بر روی زمین اسمش میذاره در عرفان ذوقی اسمش میذاره بار امانت اینکه حافظ اینقدر راجع به بار امانت بار امانت صحبت میکنه بار امانت همین است که من خلق شدم و از بهشت با یه هیله ای که خداوند اون هیله رو خودش برقرار کرد آمدم به زمین که نام خدا رو متجلی کنم من وظیفم فقط همینه نام خدا رو متجلی کنم هرچی رو که ببینم باید که به یاد خدا بیفتم برابر این ذرات مفهوم خداوندی رو متجلی میکنه در تمامی اشیا در تمامی اون که دیدنیه و میگوید این سهمی از وجود خدا رو داره سهمی از وجود خدا رو داره این رودخانه این درخت این کوه این شطور این پلنگ تمام اینا سهمی دارن از وجود خداوند اینجاست که به وحدت وجود میرسه در معنا و مفهوم وحدت وجود وقتی کار بالا میگیره و بالا میگیره و بالاتر میره انسان خودش رو به مقام خدایی هم نزدیک میکنه و ادعای خدایی هم توش به وجود میاد که مثلا من خودشم ما چیزی از هم دیگه جدا نیستیم این فکر حالا ببینید این فکر هم یک هو به وجود نیامده یک باره به وجود نیامده ما از طریق اشعار عارفانه حتی میتونیم بفهمیم که این فکر چه مراحل تکامل و تطور رو طی کرده یه روزگاری همین صوفی ها به خودشون زجر میدادند به خودشون شکنجه میدادند که از این زمین و موهبات زمین هیچ نوع استفاده ای نکنند و به این طریق خودشون رو به خدا نزدیک کنند ولی در این ایام ایامی است که میگوید که من گناه کردم خدا من از بهش تبعید کرد به زمین انداخت و من حالا اینجا دوران تبعید رو میگذرونم و دوران تنهایی رو دارم سپری میکنم خود پیغمبر هم میگه که از دنیا سجع مومنین. یعنی دنیا زندان مومنینه یه روز بعد از این زندان خلاص شیم حافظ هم میگه که من مرغ اون باغم که حالا تو این قفس گیر کردم و میباید یه روزی پروبال بزنم و برم به همون جایی که بودم این غزلیات شما همه رو خوندید و یادتونه اما وقتی میرسه آرام آرام این فکر متکامل میشه و به درجات بالاتری میرسه که به وحدت وجود میرسه کار و متوجه میشه که آقا همه چیز همه پدیده های روی زمین پرتوی از ذات خداوندی هست و من هم پرتوی از ذات خداوندی هستم و همه ماها و همه اشیا و همه چیزهای دیدنی ذره ای از وجود خداوند درش متجلیه و من هم اینجا فقط آمدم که اون بار امانت رو به زمین بگذارم یعنی نام خداوند رو متجلی بکنم پس من دیگه حالا تنها نیستم من حالا دیگه تبعیدی نیستم اینجا کوی دوسته اینجا خانه دوسته حالا که قبلا انسان انسان گناهکاری بود که آمده بود به خرابات خرابات کجاست خرابات جایی است که توش فسق و فجور میکنند گناه میکنند خرابات محل زیست گناهکارانه این معنی و مفهوم در ادبیات قدیم ایران وجود داشته تا در زمان خود من و شما هم این مفهوم همچنان با همین قدرت و هدت وجود داشته من خودم در نوجوانی یادمه که در دروازه دولاب یه خورده پایینتر از دروازه دولاب یه قهوه خانه ای بود که به اون محله میگفتن خرابات و در این قهوه خانه تمام فسخ ها انجام میشد یعنی زنان فاحشه دورور اون قهوه خونه میپلکیدند مردهای آنچنانی هم بودند پسر بچه های آنچنانی هم بودند و این آدمایی که میشه سن قلیون میکشیدند و تیاک میکشیدند و روی چایی میخوردند روی تخت قهوه خونه معاملاتی انجام میدادند و بعد میرفتند تو اون چار دیواری های خرابه اطراف خاک رو سریشون نمیکردند و برمیگشتند به اینجا میگفتن خرابات ما در ادبیات خودمون هم در تاریخ بیهقی می هم میبینیم که باز خرابات رو به این معنی داریم که وقتی میخوان یه آدم بیگناهی رو دار بزنند و از مردم میخوان که سنگ بزنن قبل از دار زدن و مردم دست به سنگ نمیبرند میرن چند نفر خراباتی رو میارند که اون خراباتی ها سنگ بزنن مشخصه که خرابات این معنی در زبان فارسی همیشه یکسان بوده و به همین حالا شاعر زوقی عرفانی به زمین به کل حیات میگه خرابات برای اینکه من گناهکار بودم آمدم به خرابات و درست همون کلمه ای را مصرف میکنه که در ادبیات کلاسیک ما مصرف میشده کسانی که به خرابات میرفتند نامشون بوده رند پس من رندم من رند خراباتیم در مجموع متوجه میشیم ما به تدریج که یک نمایش ای یک تئاتری نانوشته وجود داره که دقیقا به مسابه تئاترهای کلاسیک دنیا وحدت زمانی داره مشخصات مکانی داره و بازیگرانش رو داره اگر شما بخواید که این نکته رو بیشتر و دقیقتر دریابید مراجعه کنید به کتاب هستی شناسی حافظ به قلم آقای داریوش آشوری که چاپ دوم همین کتاب به نام رندی و حافظ که مقداری کاملتره تره در آمده باز به یکی از این دو کتاب مراجعه کنید که براتون شهر بیشتری دادی این, این نمایشنامه و این تئاتر نانوشته شده رو که وجود داره حالا زمان کیه زمان هست اله است یعنی زمانی که خداوند هنوز دست به کار خلقت انسان نشده فقط داره تصمیم میگیره ازل روزی که انسان خلق شده و امروز بنابراین هر وقت که این عرفان زوقی به دیروز اشاره میکنه منظورش از دیروز همون دوران ازله یا علسته یا اسمش میاره یا بهش میگه دیروز این از نظر زمانی از نظر مکانی ما دو جا داشتیم یکی باغ عدن بود که درش زندگی میکردیم یکی هم اومدیم اینجا که اسمش گشتیم خرابات ما رندی هستیم که گناهکاریم از باغ عدن اخراجمون کردن و آمدیم در خرابات داریم زندگی میکنیم در عرفان زوقی به خصوص در حافظ کلمات استورهی هم به وجود میاد یعنی اسامی رو به کار میوند حافظ برای بیان منظور که این اسامی به خاطر اینکه به ذات و هنر نزدیک بشه دو دو جنبه داره دو معنی داره مثل می مثل پادشاه مثل پیر مغان میکده همه اینها در حافظ بسیاری دیگه بسیاری دیگه کلمات این چنینی که زاهد به خصوص زاهد وقتی که میگه زاهد حتما منظورش این آخوندای امامه به سر نیست زاهد اولیه همون فرشتگانی هستند که خداوند هیچ استعدادی در اینها خلق نکرده حتی استعداد خوردن و آشامیدن فقط برای اینها لبی گذاشته که سبحان خداوند رو بگن ولی در مقابل اومده یک خلقتی دیگری رو به وجود آورده که علاوه بر استعداد سبحان خداوند رو گفتن استعدادهای دیگری هم بهش داده اینه که انسان برتر از فرشته میشه که من توانایی انجام گناه رو دارم و گناه نمی کنم اما فرشته ای اون توانایی اصلا نداره درش خلق نشده این مرحله انسان شناسی خدا میره و این, این ساختار فکری این سازمان فکری میرسه به اون در... به اون جایی که شما در مقابل خود یک نمایشنامه یک, یک تاس میبینی با مکانهای مخصوص زمانهای مخصوص و آدمهای به خصوص که دارن چه میکنند هنر حافظ هم حالا که اینجا آمدیم اینجا این صحبت کردیم ناگفته نماند به سرعت روش بگذرم این است که درجه ایهام رو با استفاده از واژه هایی که معانی دوگانه دارند یا چند گانه به حدی بالا برده که فهم غزل حافظ در برخورد اولیه قدری مشکل به نظر میرسه الان بسیاری از ایرانی ها هستند که نمیتونن بفهمن که توی این غزل چی شنیدند حتی من دیدم که حالا سوایی که فال میگیرن و نمیدونم از یک مصرع و یک بیت استفاده ای میکنند و نیت خودشون برآورده میشه و اسم حافظی رو گذاشتن لسان الغیب به این دلیل اسمش رو گذاشتن لسان الغیب برای اینکه حرفی میزنه که ما نمیفهمیم ولی در حقیقت اون کار هنری رو به اون درجهای رسونده براتون یه مثال بزنم پیکاسو در تمام عمرش در یه مصاحبه خودش گفته در تمام عمرش آرزو میکرده که قدرت داشته باشه یه قوطی کبریتی بسازه که بذره رومی است که مردم این قوطی کبریت رو قورباغه ببینن اینو در یه مصاحبه گفته یعنی چی یعنی من آرزو میکنم که بتونم با ساختن یک شی دو مفهوم رو ارائه بدم اما حافظ در سر تا سر این 500 غزل بارها و بارها این کارو کرده استادی حافظ در اینه حالا از بحث حافظ بیاین بیرون برای اینکه الان وقتش نیست و کار, و کار و ما, کار چیزی دیگری این است که عرفان ایرانی زمانی میرسه که اون تبعید رو و اون گناه رو همه رو به دست فراموشی میسپره میگه من گناه نکردم اون مشیت خودش بوده خودش خواسته که من این کارو بکنم که منو بفرسته به این مأموریت مح... بنابراین من اینجا دیگه در قفس نیستم من دیگه اینجا نمیخوام که از تخت بند تن جدا شم و به سرمنزل اول برم ذره خاکم و در کوی تو هم وقت خوش است ترسم دوست که بادی ببرد ناگاه حالا دیگه اینجا شده کوی دوست و منم توش خوشم میترسم مرگ بیاد و من ببره دیگه دیگه اصلا از مرد داره دوری میگزینه حالا که این فکر وقتی به این حد از تکامل نرسیده بود عارف بزرگ ما دوا نمیخورد میگو خداوند من صدا زده من میخوام برم شما چرا به من دوا میدید رفتن پیش نماز محله رو نمیدونم یا حجت الاسلامی رو اووردن که آقا نصیحتش کن که آقا این کاسه دوا رو بخور همین جناب مولانا رو و مولانا در رو در گیر میکنه و میگه که از اون سو خداوند من میطلبه از این سو دوستان من نمیدانم این وسط چه بکنم و کاسه دواره میخوره خب این طرز تفکر دیگه تغییر میکنه به مرحله بالاتر رسیده دیگه من نمیخوام یه روزی فکر میکردم که من باید زودتر از این دنیا از این زندان این دنیا برم بیرون و برگردم به با همون باغ عدن و در جوار حق زندگی کنم برای این هم باید خودمو تزکیه کنم باید خودمو سالم کنم از گناهان دوری کنم چه 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 تا حایز این شرایط بشم این هفت مرحله عشق رو طی کنم که به اونجا برسم برسم به مرحله انسان کامل بعدم برم در جوار حق این کل مطلب این آقایون عرفا بودیم ولی همین عرفا به, به جایی میرسن که میگن نه ما دیگه نه بهش خداوند میخواییم نه دوزخش رو ازش بیترسیم ما خود خداوند رو میخواییم و خود خداوند هم اینجا حضور داره اینجا خانه دوسته و ما هم در جوار حق داریم همینجا زندگی میکنیم دیگه چه مرگی چه تخت مرد تنی که بشکنیم و اتوش بیرون بیاییم و این حرفا شما همین سری تکاملی رو در شعرهای حافظ هم میبینید که بدیهی است بعضی از این شعرها مال سنین 20 بیس 21 سالگیشه و وقتی پخته تر شده و به پیری رسیده رسیده به این فکر وحدت وجود و به این مقام رسیده که دیگه میگه ترسم دوست که بادی ببرد ناگاه اشارات بسیار بسیار زیاد دی داره وقتی که شما به تمامی اشارات حافظ دقت کنید میبینید که ایشون از اون چارچوب افسانه آفرینش قدمی بیرون نگذشته البته یک انسان حرف میزنه راجب دخترش هم که فوت کرده حرف میزنه راجب همسرش هم میگه نمیدونم راجب شاه هم حرف میزنه که آقا نمیدونم کایونجه اسب ما رو بده اینها هست ولی در اون غزلیات عرفانیش از این چارچوب قدمی بیرون نرفته این داستان آفرینش تعیین کننده سه تا فرهنگ سه تا تمدن که سه تا تمدن در طیف این داستان کوتاه آفرینش زندگی خودشون رو بنا کردند به حال یک ساختار فکری در ایران به وجود میاد و این ساختار فکری که من پشت پا میزنم به هستی پشت با میزنم به تمام موهبات خداوندی زمینی و من فقط خود خدا رو میخوام و فقط دوستی خدا رو میخوام و من باید انسان پاک و بنزهی باشم که وقتی پیشش بیرم سربلند باشم سرشکسته نباشم و معمولیت خودم هم انجام بدم اون بار امانت رو به زمین بگذارم به سلامت این فکر در مراحل اولیه مقدار زیادی درش تساهل بود تعامل بود مقدار بسیار زیادی انسان رو در یک طیف سل آمیز قرار میداد چه با خودش چه با دیگران تمعورزی رو که پشت تمعورزی یک دنیا دنیا قتل و جرم و جنایته دور میکرد از انسان زمنن اگر نفس اماره رو با کوبیدن شخصیت انسانی میکوبید در جاش همونجا یک چیز دیگری استوارتر و محکمتر به وجود می آورد اونم این بود که من سالکم من میرم گدایی میکنم برای خانقاه برای اینکه بشورم خودمو از این کبر و نمیدونم خودستایی اما در مقابل در داخل من داره یک چیزی دیگری به وجود میاد در, را در این تیه طریق اونم انسان کامله که اون انسان کامل با تکیه به قدرت خداوندی میتونه زندگی کنه و چه 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 در دورانی که هم مذهب همسایر سایر پدیده های فرهنگی دیگر در جامعه ایرانی یعنی از قرن ششم به بعد در سرازیری می انحطاط میفته این نهله هم در سرازیری می انحطاط میفته اولا توسعه خانقاه ها اینقدر زیاد میشه که قابل باور کردن نیست میگویند موقع که مولانا پدر مولانا سلطان الواعزین تبعید شده بود و میبایست از سرزمین های پادشاه سلجوقی بیرون بره به بغداد که رسید جا و مکان براش نبود چون خود و خانوادش و 300 نفر از مریدان همراهش بودند و صحبت که که کجا بتونیم این مریدان رو جا بدیم و اون در اون صحبت معلوم میشه که در شهر بغداد 280 خانقاه وجود داره شما تصور کنید شهر بغداد رو در 800 سال پیش که چه ابعادی داشته و در این ابعاد تنگ 280 تا خانقاه توش وجود داشته خب این توسعه خانقاه درویشی و پشت پا زدن به زندگی رفتن به خانقاه و به اسم این که من سالک راه حقم ریشی میذارم و موی دراز میکنم و بلند میشم میرم کشکول گدایی رو میرم دستم و دور میزنم تو کوچه پس کوچه ها و آوازی میخونم و گدایی میکنم و بعد این پولا رو میارم به خانقاه و در خانقاه سفره ای پن میشه و مریدان میشینن غذایی میخورند و بعدم به پیر احترامی می میگذاریم و تا فردا خدا بزرگه این میشه یک روش زندگی این میشه یک اسلوب نه برای جمعیتی اندک برای اینکه اینها نه تنها خانقاه ها زیادن این نهله ها و فرقه های عرفانی هم متعدد و متعددند یک نفر پیرو صفی علی شاست اون یکی پیرو مزفر علی شاست اون یکی پیرو امیر علی شاست چی 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 اینا تعدادشون زیاده در نتیجه متوجه میشیم شما که یک مرتبه یک اخلاق عرفانی که خواص مهم و درست اولیش ازش زدوده شده انحرافاتش و آشغال و خاکروبش باقی مونده از قرن ششم به بعد و همینطور هم داره توسعه پیدا میکنه حالا من چرا این حرف زدم برای اینکه ما که میخواهیم کارمون رو از دوران صفویه شروع کنیم و میدانیم که این صفویان دراویشی بودند و خانقاهی داشتند و مریدانی داشتند باید ببینیم این مریدا کی بودند اون مرشدها کی بودند اینا از عالم هستی چی میخواستند این حالا ابتلاع به رفتن،, رفتن و نشستن در زاویه های خانقاه ذکر گرفتن نمیدونم زانو بر بغل گرفتن 20 روز چل روز شیش ماه هش ماه فقط ذکر کردن و نماز خوندن و لغمه کوچیکی نان خوردن و نمیدونم با بادام زندگی کردن برای اینکه اون حالت اشراقی به شما دست بده و از عالم نمیدونم لاهوت برای شما سروشی بیاد پیغامی بیاد و دریچه قلب شما باز بشه و نور حق تا به شما و شما چیزی بگی که این چیزی که گفتی بشه کرامت انسانی و بعد دیگران مریدت بشند و به احترام بگذارند خب این حالت که پیش نمیاد دانایی از مطالعه پیش میاد از تفحص پیش میاد کتاب است و قلم راه دیگری در این زمان که ما داریم صحبت میکنیم برای دانایی راه دیگری وجود نداشته ولی ما گروه های کثیری داریم که این گروه های کثیر میخوان برن یه گوشه ای بنشینن و سرشون میذارن رو زانوشون و ذکر خدا بگن انقدر بگن بگن بگن, تا خدا به اینها یه پاسخی بده و اینا یه کسی بشن خب حالا این دیوان خانه عظیم رو که در تمام شهرهای ایران شعبه داره در نظر بگیرید حتی در اون موقع اطلاع عرفان یعنی اون موقع که بزرگانی مثل بایزید بودن مثل همین بوسعید بلخیر بودن و دیگران و دیگران یا چند تنی جنید بوده نمیدونم این حرفا نوه بوسعید که کتاب شرح زندگی پدر بزرگشو دیویس سال بعد از او نوشته حالا نوه نتیجه هر کسی از نمادگانش نوشته میگوید که روزی شیخ ما حالت قبض داشت و به خاجه حسن معدب خاجه حسن معدب هم ظاهرا منشیش بوده و همه کارش خلیفش بوده دستور میده که برو تو خیابون اولین آدمی که داره رد میشه بگیرش بیارش اینجا که شاید یه نفر که از خیابون رد میشه بیاد با آقا حرف بزنه و این آقا از حالت قبض بیرون بیاد میرن یه نفر رو یا رو با ناباوری که آقا من خواسته میگه بله بیا میاد میشینه و بعد آقا بهش میگه که ورگو میگه چی بگم آقا میگه ورگو یا آقا, آقا من به شما چی بگم که شایسته شما بشه میگه بهت میگم ورگو میگه آقا حالا که گفتید میگم من یه تعداد زیادی از کنار رودخونه سنگای قلمبه قلمبه آوردم تو اتاقم بعد چله نشستم و از خداوند خواستم که بعد از که چلم تموم شد این سنگا طلا بشن نشدند دو مرتبه چله نشستم سه مرتبه چله نشستم که این سنگا طلا بشن نشدن من دیگه بقیه این داستان زشته از تلویزیون بگم دیگه نمیگم بقیهش اگه خواستید همین مقامات بوسعید بلخیر آقای شتی شد... کتکنی تصیحش کردند و چاپ کردن بسیار بسیار کتاب جالبی است حداقل نصر بسیار بسیار زیبایی داره یکی از برجسته ترین نصرهای زبان فارسی است اگر پنج کتاب رو در حد اعلای نصر فارسی بخوایم معرفی کنیم یکیش اینه بازم وقتم تموم شد ولی قول میدم به شما که در جلسه بعدی بیاییم برگردیم به همین قرون نهم و دهم و اوضاع اجتماعی این قرون رو نگاه کنیم بهش آشناشیم بهاش و ببینیم که از دل این جامعه این دراویش صفوی کی بودن که آمدن بیرون و یک سلسله در ایران تشکیل دادن فعلا شب روزتون بخیر